بسم الله الرحمن الرحیم بیننده های نهایت عزیز و گرامی برنامه پیام رمضان هست ما امروز باز هم یک پیام دیگری از پیام های و یک نسخه دیگر از نسخه های که ما پیشکش می کنیم همه روزه خدمت شما آوردیم امید که آه آه نسخه ها و پیام های را که ما همه روزه پیشکش میکنیم مورد پذیرش شما قرار بگیرد و جهت عملی کردن هر نسخه و یا هر پیام حد اقل کوشش خدا بکنیم به همه امید خدا کنه که تا این دم طاعت و عباداتی را که شما انجام دادید و ما همه انجام دادیم خداوند قبول و خود درگاه خود بگردانه و همیشه ما ای را یادآوری میکنم به خاطر ازی است که فراموش نکنیم دعا چون ماه دعاست و این فصل دعا هست ما باید در دعاهای خود همیشه یک دیگر ملت و تمام جهان اسلام را فراموش نکنیم امروز باز هم استاد خلیل رحمان سعید مهمان برنامه ما هستند جناب استاد به برنامه خوش آمدید تشکر از شما خدمت شما و همه بینندگان عزیز در این ماه پر از خیر و برکت و ماه رحمت عرض السلام علیکم و رحمت الله و برکات دارم علیکم السلام سلامت باشید دوستای عزیز امروز ما در ارتباط با خشم قهر و ای که سر صدا میکنه انسان با یک دیگر در هر وقت سال اگر باشه بخصوص در ماه مبارک رمضان یعنی خشم چگونه باید نگاه شود کنترل شود و انسان بالای خود حاکم بگردد بحث ما بالا ازی خواهد بود و یکی از دوستای ما که بنام میوان گفته ما چطور در ماه مبارک رمضان امی خشم و غضب و غیض خدا کنترل بکنیم آه، چون آه، وقتی که نزدیک افتار میشه اولادا در خانواده که طفل دارن سر و صدا می باشه و یک اوها خود ای درک ندارن ای درک ندارن که شما روزه هستید ولی این سر و صدا می باشد ما بعضی اوقات خشمگین میشیم قهر میشیم چگونه باید خود کنترل بکنیم در این ماه مبارک رمضان تا اینکه در کل ماه های سال ما ای عملی بکنیم جناب استاد بفرمایید الحمدلله رب العالمین و والسلام و على سیدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه اجمعین یقینا که ماه بسیار عظیم و با برکتی است و نباید این ماه با برخی از گناهان یا برخی از معاصی در حقیقت اجر و پاداشش از ما گم شود و دور شود رسول صلی الله علیه و وسلم یک بار ی اصحاب را پرساند ک ات درونه من المفلس آیا میفهمید ک مفلس و نادار چی کسی هست گفتن یا رسول الله المفلس فینا من لا درهم له ولا دینار انسان مفلس در بین ما کسس ک درهم و دینار نداشته باشد پول نداشته باشد نتاعی نداشته باشد ثروتی نداشته باشد رسول صلی الله علیه و وسلم میګد لکن المفرس في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام مفرس در ميان أمتي ما كسس كروز قيامة در حال ميايات كي بسيار زكاة داده است بسيار روزة گرفته است بسيار در واقع يعني نماز داست است يأتي وقد شتم هذا وقذف عرض هذا آمده می در حالی که کسی را کرده است کسی دوزده است است انسان را توهین کرده است این حدیث بسیار طولانی است خب به گونه می شود که حسنات این کلا تقسیم می شود بله. بعد حسناتش که تقسیم شد هنوز هم حق مردم برای تکمیل نمی شود بعد سیئات و گناهان دیگری گرفته می شود از این انداخته می شود چقدر این انسان زحمت کشید که زکات داد عبادت های مختلف را انجام داد نماز خواند روزه گرفت چقدر زحمت کشید بیاد اما ای عبادات خود را این زحمات خود را بابت بابت بله. با بد زبانی با بد خلقی با تند خلقی در حقیقت از بین برد برای برادر خود میگویم که یک امتحانی از جانب خداوند است خود غضب که انشالله در قسمت بعدی پیرامون از صحبت بکنیم بله. یک قوه عجیب است اما در این مواقع غضب از جانب شیطان است بله. غذب غضب از طرف شیطان در انسان مستولی می شود تا در امی پایان وقت که اجرها تقسیم می شود و وقت خوشی است وقت فرحت است دینمی وقتی اجر را از ما بگیرد انسان باید دینمی وقت بالای نفس خود تسلط داشته باشد ملکیت نفس خود را به دست بگیرد و این مرکب را انانش را از دست ندهد رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که روزدار دو خوشی دارد دو وقت وقت خوشیش است مالی. یکی از اوقات خوشی روزدار موقع افتار است بله. یعنی روزهدار حقیقی وقتی ایمان دارد که پیانبر صل الله عله وسلم از جانب آسمان خبرهای صحیح را آورده است و هر سخنش وحی است و پیام خداوند است در این موقع وقتی خوشحالیاش است نه وقتی غذبناکی ش وقتی از این است که در این موقع احساس خوشحالی کند یک روز را بهخاطر الله روزه گرفت ای توفیق ای توانمندی ای نیرو شامل حالش شد یعنی ای گپ یادی نیست باید در این موقع بسیار شکر بکند و بسیار در حقیقت در ظاهرش علامه از خیر ام ام معلوم شود بلد. اما در کشور ما چی است اولا خو تمام کار در خ... بالای خانم ها است خانم ها پخته میکنند خانم ها میارند کمکی که در وقت افتار دیر شد عصبانیت شروع بلد. است طفلا باید دور شود از سفره در اتاق باید نباشد وقت افتار است بله در حالی که اگر ما روزه حقیقی داشته باشیم و روزه خود در ما نیروی صبر را بلند برد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این ما به تعبیر ام المؤمنین به گونه بود که یعنی معلوم میشد که مثل دیگه ماها نیست از خوشحالی زیاد از سرور زیاد بله و ما با چشم سر علمای را دیدیم که چنین بودن بله. اما متاسفانه که در کشور ما این مصیبت است که در وقت غضب و در وقت عصبانیت در واقع حالتشان از حال بدن می و غضب و عصبانیتشان در رمضان برعکس زیاد می شود بله. بسیار زیاد تشکر جناب سعید صاحب محترم واقعا اما قسمه که پیامبر علیه صلوات و سلام که لیس از شدید و به سرعه یک روز دیگر شما امیر بیان کردید که پهلوان این نیست که یک نفر بالا کرده بگیره به زمین بزنه پهلوان همو کسی است که بتونه اما خشم خوده در وقتی که خشم بالایش مستولی میشه و حاکم میشه کنترل بکنه بنابراین میریم به سوی یک وقفه دوباره بر میگردیم و انشاءالله صحبت های بسیار خوبی دیگر در بخش دوم برنامه ما هست برگشتیم و صحبت ها در ارتباط به اینکه که رمضان و خشم ما در ماه مبارک رمضان صحبت های جناب استاد شنیدیم که چگونه باید خشم خود فرو ببریم ولی سوال میوند ان که پاسخش گرفته باشه سوال دیگه ما این است که اگر در ارتباط با پیرامون نیروی خشم در انسان و اهمیت از در این ماه مبارک رمضان صحبت بکنن که چقدر است یقینا الله متعال بدن انسان را و ظاهر انسان را و باطن انسان را صاحب نیروهای مختلف کرده بله قسمی که انسان در ظاهر صاحب قوت و توانمندی است و نیرو دارد دست راستش نیرویش بیشتر از دست چپش کمی بی... کمتر است بله. کسی در عالم ورزش و فوتبال راست پای است به تعبیر مردم کسی چپ پای است یعنی این در عالم ظاهر است چین قوت ها در عالم باطن شدید تر است الله متعال در ما قوه شهوت را گذاشته است قوه خشم را گذاشته است قوه آز و حرس را گذاشته است تمام قوه ها برای ازی در وجود انسان نهفته است تمام قوه ها که انسان این رام خود بکنه بلی. و ازی در جهتی خیر و منفعت خود و دیگران استفاده کند یعنی یک قوت است نباید از بین برده شود قوه شهوت اگر از بین برده شود مصیبت به وجود می آید نسل از بین می رود دیگر بله. قوه غضب اگر از بین برده شود چین باز هم مصیبت شروع می شود یعنی در واقع قوه ها به عنوان مرکب است که انسان بالای از این سوال می شود و هر طرف بسیار راحت می رود بله. در موقعش و بر جایش استفاده می کند بله. مثل که رسول صلی الله علیه و سلم هرگز و ابدا قهر نشده است من باب کار شخصی خود به خاطر خود اما به خاطر دعوت به خاطر حکومت به خاطر مردم گای گای شدیدن قهر می شد بله. و قهر پیامبر سبب بود که بله. مردم از او کار دوری کند پس این قوه بازدارنده است این قوه حمایت کننده است بازدارنده از آنچه که که ضرر انسان است از او انسان را دور می کند بله. و در واقع حمایت کننده از آنچه که به نفع انسان است او, او سرحدات را حمایت می کند انسان ها چی میکنند؟ این قوه ای قوهی که باید خودشان ملکیت از را به داشته باشند و, و بالای از در واقع مسلط باشند و مهارش کرده بیتوانند برعکس این مرکب را میگیرند و پشت خود بالا میکنن و حرکت میکنند دقیق شاییم تعبیری است که انسان بالای از این مرکب سوار شود و هر طرف برود اما این مرکب را میگیرد بالای خود و هر طرف میرود و خود را مانده میکند میگیم چرا چه این الفاظ زشت گفتی میگه عصبانی بودم بسیار خشمگین بودم خود نمیفهمم در حالت خشمگینی چی بگویم در واقع معلوم است و مشخص است که این توانمندی کنترلی قوه را از دست داده است بنابراین قوه حیاتی است قوه اساسی است که کنترل از این شریعت بسیار زیاد توجه برش کرده است و بیان کرده است الله متعال در باب بندگانی که در حالتی خوب و در حالتی بد در هر دو حالت انفاق میکنند والکازمین الغیف صفت دیگرش است ینفقون فی و و در الغیف آه. مراد از غیف یک حالتی از اس غذب است یک حالتی از اس عصبانیت است اس که انسان میتانه که بخاطر غذب خود هر کار کنه مسلط از کسی را میتانه بکشه میتانه همسر خود را طلاق بدهد اما در وقت استاد میشود قید را بسته میکند بله نتیجه کنترول غذبچست نتیجه از خداوند در ادام ت میود ن الله یحب المحسنین خداوند محسنین و نیكوكاران را دوست دارد محبت خدا جلب مشباللوی از فات دیگر اذمینالغ خب دوست خداوند چونهستاد هم ما تلاش میکنم خدا را دوست داشته باشیم هیچ انسان یهود و نسرانهر ستلا خدایی را که میپرستد دوست داشته باشد بلی. ولی وقتی خشم خود را کسی کنترل میکند غضبی خود را کسی کنترل میکند در واقع خداوند او را دوست می داشته باشد بلی. محبت از بالا پایین میآید. و می آید. خاطر رضی الله عنه نقل می کند که من از پیامبر الله علیه و سلام گفتم که یا رسول الله به ما عملی را بگوی به عملی مرا را راهنمایی کن دلالت کن که هرگاه ما و عمل را انجام بدهم راسن جنت برم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت لا تغضب قشمگین نشو قهر نشو و چون شما حدیث را گفتین و در حلقات گذشته بیان کردیم که ليس شدید و بسرعه انسان شدید کسی نیست که بسیار زود انسان دیگه را چپک کند قوت ظاهریش زیاد بوده باشد بل شدید من يملك نفسه عند الغضب غضب انسان پهلوان انسان توانمند کسی است که ملکیت خود را بر داشته باشد امام غزالی رحمت الله علیه میگوید دو چیز است که حسنات فرد را نابود می کند مثل که آتش چوب را نابود می کند بله. یکی از او خشم است غضب است تمام نیکی ها را از بین می برد یکی دیگرش حسادت است بله. حسد داشتن و بلکه یعنی امام مولانا جالودین محمد بلخی در تعبیر زیبا می گوید که خشم و شهوت مرد را احول کند انسان را کج می کند یعنی دیدش را خراب می حقیقت را نمی بله. از حقایق روح را مبدل کند یعنی روحش را کلا دور می از حقایق ها و هر دو نیرو نیرو است که در واقع انسان باید به کنترل خود در بیاید بله. و مسلط باشد باشد بسیار زیاد تشکر باز هم جناب سید صاحب محترم بله دوستای عزیز میریم به سوی یک وقفه دوباره برمیگردیم و ان که صحبت های اخیر و جنبندی برنامه انشالله منتظر ازی باشید خوش آمدید بیننده های نهایت عزیز بلی جناب استاد در ارتباط به نیروی خشم صحبت های شما را شنیدیم اما اگر انسان حاکم شد بالای خود کنترل کرد ای خشم و غیظ و غضبی که بالایش حاکم شده تانست بالا از این کامیاب شوه چه فضیلتی داره این کار؟ یقینا قسمی که گفته آمد یعنی یه جمله محسنین شمرده می شود درجه احسان که در بلندترین درجه است بله. بلندترین درجه در حقیقت در اسلام درجه احسان است و این صاحب درجه احسان می شود البته خشم خود در موقعی که نباید خشم گین شود یک جای حدود خداوند زیر پا می شود یک جای محارم خدا زیر پا می شود در یک مجلسی هستیم گفت تعصب میبراید گفت قومیت میبراید در اون موقع انسان باید خشمگین شود در یک جای ظلم صورت میگرد انسان باید خشمگین شود گفتم یک نیروس و یک قوت است که انسان باید در موقعش او را استفاده, استفاده, کند کنه. و به تعبیر ساده بی خاصیت نباشد که هر چی شد خیر خنده می کند چنین بل. نیست بلکه در موقعش طبعا که از درجه نیکوکاران وقتی انسان برخوردار شد محبتی الله جلب می شود و هرگاه محبتی الله متعال جلب شد زندگی دیگه باز معنای عجیب پیدا میکند حلاوت ایمان را انسان میچشد باید در اینجا بگویم که یعنی درست است که درجه نیکویی را انسان کسب بکند خب نزد مردم سوال بسیار جدی است که چی گونه کسب بکند بله یعنی چی گونه غضب خود را کنترل بکند در این مورد هم اسلام و شریعت پیامبر صلی الله علیه و سلم ارشادات بسیار زیبایی دارد اولی که دو نفری که در مجلس پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار جنجال کردند و با دیگر قهر کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مو کسی که بسیار غضبناک شد گفت که اگر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را می گفتی این حالت نمی بود حالت تبدیل می شد گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در موقع غضب در موقع عصبانیت کلید است برای از اینکه عصبانیت انسان فروکش کند فرو زیرا او میداند که غضب از شیطان است و از شیطان به خداوند منان پناه میخواهد رای حل دوم رسول صلی الله علیه و سلم تغییر حالت را میگوید بران انسان غذبناک انسانی که غاضب است یعنی در حقیقت بسیار قهر می باشد و قهر می شود اگر استاده بود بشیند اگر نشسته بود می خوابد اگر خوابیده بود استاد می شود حالتی خود را تغییر می دهد در یک جای بودن خصوصا در اون محله که در او قهر شده یعنی یقینا که قهر را می کند و شیطان انسان را وارد مرحله ای می میکند که بعدا از او پشیمان می شود همین داستان های طلاق که متاسفانه در سوالات می آید غالبا امی است بله عصبانی شدم طلاق دادم حال پشیمان هستم اگر او امون لحظه خانه را ترک میکرد و میرفت یک جای دیگری زیرا در زندگی مشترک حتما دعواهای صورت میگیرد بازی مصیبت پیدا نمیشد وضو کردن غسل کردن عامل است که در واقع خشم را کنترل میکند زیرا گفتیم خشم خود شیطان است و شیطان از آتش است و آنچه که آتش را در واقع خاموش میکند آب است بنا وضو کردن غسل کردن استحمام کردن در موقع غضب از راهکارهای بسیار مفید و اساسی برای کنترل خشم است همچنان در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم تعبیری که آمده است اینکه مثلا انسان از باب خشم را پیدا بکند خصوصا در زندگی مشترک از باب خشم است که دائما در محیط افغانی ما یعنی صحبت ها را اگر کمی آمیانه کنیم تا همه بفهمند بله. در محیط افغانی ما میان خانم و شوهر بالای اقارب دائم دعوا است بله. پدر تو چنین کرد خواهر تو چنان کرد این دعوا ها را بسیار تشکیل میده وقتی ما میفهمیم که عامل نزا در خانواده است در خانواده عامل جنگ باید است از باید از عامل را دور بکنیم دیگه هرگز پیرامون از صحبت نمی کنیم نه من شما بله قطعا این مثلا ختم می شود همین ترتیب در هر جایی که انسان عصبانی می شود غضبناک می شود باید عاملش را بشناسه بله. ای تو نمی شود استاد که یک آدم بگوید که من خو تو طبیعتا عصب خراب استم مرا را می شناسی باید به امرای ما گذاره چی نیست الله مطال عقل داده، هوش داده، ذهن داده نه انسان روانی است اگر تو به اندازه وضعیتت خراب است باید به بیمارستان یعنی بستری شوی بله. اما تو جور تیار هستی صحتمند هستی از این یعنی دلیل را شیطان به تو میارد که ما خو عصبانی هستم و این به عادت بسیار ارتباط دارد یک کسی که یک بار خشمگین شده گلاس را میده کرده است بار دوم موبایل را میده کرده است بار سوم دست خود را بالا انسان بلند کرده است بله. در حالی که اسلام از زدن حیوان منع میکند. از زدن حیوان نه خیر از دشنام دادن حیوان منع میکند انسان در وقت غضبناکی یک کسی دیگه را میزند می میکند یا دشنام میدهد این تقریبا این عادت شده است اگر روزی اول خود را کنترل میکند و اگر می روز خود را کنترل کند در آینده باز دوباره به این مصیبت در حقیقت روبرو شود اجازه بدید داستان را بگویم که بسیار معروف است بساره. مولانا جلال الدین محمدی بلخی در قالب شعر میگوید که در روز چراغ را گرفته بود در روز روشن که آفتاب هست و همه جای روشن است و می گفت که ما مرد میپالم با بله. برایش مریداش گفتن که شیخ همگی مرداز بین مرد اطراف مرد وجود دارد شهر پول از هست گفت نه خیر ما مردی را میخواهم که در وقت خشم و شهوت مرد بوده باشد حال خو هر کس بله. لاف مردی میزند وقتی که خشم آمد و خود را کنترل کرد وقتی که شهوت آمد و خود را کنترل کرد چنین مرد مرد است بله امور رجال است که قرآن از او تعبیر میکند و امور رجال است که حضرت مولانا رحمت الله علیه در بیان خود میگه که مرد هنگام خشم و مرد هنگام شهوت در کجا است او رو خود خب من نمیبینم به می اساس بزرگان ما همیشه پیرامون خشم نوشته کردن تعلیف کردن و ما باز تکرار میکنم که خصوصا در ماه رمضان نباید عبادت عظیم خود را با این گناه خراب کنیم ببینید استاد مرادی بله. زدن بر روی انسان حرام است حتی زدن بر روی حیوان شکر. حرام است بر روی طفل زدن حرام است بالای خانم دست بلند کردن حرام است ناجایز است مگر در صورتی که بله. یعنی در هر صورت خانم را زدن حرام است در جایی که مورد یعنی در به خانم ها آمده یک بحث کلان فقهی است بله. که عبدالله ابن عباس میگه به با مسواک بالای شانش می تنبیهش میکنی یعنی میگه کی کار دیگه نکن بله. در جایی که حرومات خدا را پایین میکنه نماز نمیخواند کارهای اشتباه میکنه زیاد بعد مسواک را میگیری بالای شانش میگذاری زدن انسان حرام است زدن طفل حرام است زدن خانم حرام است دشنام دادن حرام است اینا عبادات را از بین میبرد میخورد عبادات را مثل بله. که گرگ گرسنه غذا را میخورد بله. نباید انسان با این مسائل بی تفاوت باشد بله ممنون تان جناب سعید صاحب محترم از که برنامه بسیار خوب داشتیم در پیرامون موضوع رمضان و خشم خیلی بده ملاقه از شما و از هم یک جهان تشکر ممنون تان بله دوستای عزیز کنترل خشم و مهار کردن خشم مربوط میشه برای انسان که امون نسخه هایی را که انسان میتونه خود کنترل بکنه جناب استاد گفتن و یکی هم از چیزهای بسیار مهم دیگه ای است که انسان باید گذشت داشته باشه اگر یک وقت میبینیم که یکی از طرفین خیلی غضب است طرف مقابل باید ایره درک بکنه که روی کدام موضوع بالا از فشار آمده باید من ایره گذشت بکنم به خیلی جدی نگیرم میشه که انسان زندگی بسیار خوب و آرام داشته باشه از این طریق وقت برنامه ما رو به پایان است ما ناگذیر باید خداحافظی بکنیم تشکر از اینکه با ما بودید تا روز دیگر و برنامه دیگر الله یار و نگهدارتان باد